بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. برادران و خواهران عزیز، در هر نقطه و در هر مکانی که هستید و برنامه را مشاهده می نمایید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه امروز فلاح ارتباط دارد با ماه مبارک ربیع الاول، ماه میلاد النبی صلی الله علیه و سلم، نوجی بشریت و رحمت للعالمین. امروز از نظر تاریخی مطابق است با دوشنبه ششم ربیع الاول 1438 هجری قمری، مطابق با پنجم دسامبر 2016 میلادی. آیتی را که قبلا خدمت شما قرائت شد از سوره آل عمران آیه 164 است که حاصل معنایش چنین می باشد که به تحقیق که خداوند بر مؤمنان منت نهاد، یعنی رحمت آورد، آنگاه که میان آنها رسولی از خودشان برانگیخت مبعوث گردانید که آیات خدا را برایشان بخواند و با آنها کتاب و حکمت بیاموزد، در حالی که پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. و امروز بحث ما ارتباط دارد با مسائل میلاد النبی، که البته این ماه مبارک، بازم دوباره تکرار میکنم که ماه مبارک ربیع الاول 1438 هجری قمری است که 12 ربیع الاول به روایت جمهور میگویند که روز تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. آن کسی که در تا حال به اصطلاح زمان مانند از او نیاورده است، یکی از بزرگا به نام عبدالله ابن مبارک که یکی از محدثین بسیار بزرگ و از جمله بزرگای اسلام است، یک شعر گفته است در این باره که یک فردش یا دو مصرعش این قسم است که در عربی میگه حلف از زمان لیعتین به مثله حنس یمینو که یا زمان فکفری، یعنی تاریخ قسم یاد کرد، تاریخ گفت ای بسرت یک تمثیلیست که مانند او خواهد آورد، اما ای تاریخ بدان که در قسم خود حانس شده ای و باید کفاره قسم را ادا بنمایی. یعنی زمانی که میگن که پیامبر اکرم رحمت للعالمین، اونمو یک فرد است در کائنات که خداوند او را رحمت للعالمین برای تمام کائنات و کریشن و آفرینش ساخته است. البته درباره ای که ما آیا میلاد و گرفتن و یا ای که مسائل میلاد و اینا چه قسم باشد و مسئله جواز و غیر جوازش یا مسائلی که پخش است که بدعت یا غیر بدعت است، ای درباره از این موافقینی هم دارد و غیر موافقینی هم دارد که هر کدام از خود دلایل دارند. اما البته در هر دو صورت این روز میلاد النبی صلی الله علیه وسلم بازم یک روزی سرود و سرور و خوشبختی برای مسلمانان است، برای که رهنمای برای بشریت خداوند فرستاد، اما نه به حیث یک روز عبادی یا روزی که واجب باشد یا فرض باشد. البته هر کس که در اینجا به اصطلاح خوشبختی و یا ای که یک حالت وجد برای خود نشان می دهد
معنای گوشه از محبت رسول صلی الله علیه و سلم است، چرا که یکی از جمله چیزهایی که برای یک مؤمن لازم است محبت رسول است. محبت رسول مکمل ایمان یک مؤمن است. در یکی از احادیثی که روایت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و من ناس اجمعین، یعنی به معنی از اینکه تکمیل نمی شود ایمان هیچ کدوم از شما تا زمانی که من محبوبتر و دوستتر نباشم در نزد آن شخص از پدر و از والدینش، از پسرش و از تمام مردم. یعنی محبت رسول بر ما و شما واجب است. و چون اشاره میکنن به وقت اذان، اذان وقت عشا در حومه سان فرانسیسکو داده می شود و بعد از اذان با شما می باشیم و مطلب را ادامه بدیم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلان فوتی. با اندوه فراوان در گذشت مرحوم و مغفور محمد قاسم زرگران را به اطلاع دوستان و آشنایان و محترم می رسانیم. روحش شاد و جنت فردوس جایش باد. به همین مناسبت مراسم جنازه مرحوم روز سه‌شنبه مورخ 6 دسامبر از مسجد فاطمیه واقع 573 بارتلت اوینیو از شهر هوارد به ساعت 1 بعد از ظهر برداشته شده و با آرامگاه لونتری گاردن آف هیون واقع 24591 فیرویو اوینیو در شهر وارد به خاک سپرده می شود. فاتحه مرحوم در همین روز از ساعت 3:30 الا 5 بعد از ظهر در مسجد فاطمیه و مراسم ختم قرآن عظیم شان به تعقیب آن برگزار می گردد. حضور شما دوستان و آشنایان باعث شادی روح مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد گردید. انا لله و انا الیه راجعون. منصوبین تلویزیون ایمان از بارگاه ایزد متعال برای مرحومی بهشت برین و با فامیل های عزادار تسلیت عرض می دارند. با سلام دوباره خدمت همه بینندگان، باز شروع میکنیم به مطلبی را که قبلا موضوعش خدمت شما به عرض رسانیدیم. یا سید الانام، درود بر جناب تو، ورد زبان ماست مه و سال و صبح و شام، نزدیک تو چه تحفه فرستیم ما ز دور، در دست ما همین صلوات است و سلام. در اینجا مطالبی را که خدمت شما به عرض می رسانیم، بازم پیشتر گفتیم که در موضوع میلاد نبی، مولود نبی یعنی ولادت نبی، بعضی موافق و مخالف هستند، بعضی امکان داره سختگیری های هم داشته باشن، اما بازم گفتیم که کسایی که امیر یک ذره سهل آسانتر می گیرن، معنای علامه محبت است. می پردازیم به زمان ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. البته درباره ولادت و آمدن پیامبر آخر زمان در کتب ما قبل، در کتب آسمانی ما قبل اسلام، یعنی تورات و انجیل و کتبای ما قبل، اخبار داده شده به عنوانهای مختلف و در جاهای مختلف. یکی از جمله خود روایاتی را که میگویند که در اخبار آمده که پیامبر در روز آخرت یا در آخر زمان مبعوث میشه، باز هم میبینید که در خود تورات در سفر تثنیه، البته تورات همون قسمی که میفهمین سفر یعنی کتاب ها، یونیت های مختلف داره که از خود است سفر پیدایش شروع شده و باز سفر خروج و سفر تثنیه و همه قسم برام اسفار میگنی را به سین نوشته میشه. و در اونجا این قسم به متن عربیش آمده که سأقیم من اولاد اخیکم نبیان کلکم یسمعو له و اجعله عظیما جدا، و زود است به زودی برای شما از فرزندان برادرتان پیامبر برمیگزینیم. یعنی این خطاب به چیست؟ به سوقیمو، یعنی به معنای از این که زود به زودترین فرصت من برمیگزینم، یعنی مبعوث میگردانم. علامه از این که خطاب به بنی اسرائیل است، چون بنی اسرائیل از نظر نسل از اولاد حضرت اسحاق هستند، برادر حضرت اسحاق اسماعیل بود، اشاره به ایست که این از برادر حضرت اسحاق اسماعیل است که جد کلان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است، از او برادرتان گفته، از او واسه گفته است که از برادرتان پیامبر برمیگذیم که همه به گفته های او گوش فرا دهید
و او را بسیار بزرگوار قرار دهیم. وی اخبار یعنی خبر آمدن پیامبر آخر زمان در کتب پیشتر کتب کتاب‌های آسمانی پیش از اسلام هم آمده است. اما در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر روایاتی که جمهور به این عقیده دارند یک عده زیادتر که در 12 ربیع الاول سال فیل یعنی سالی که خود ابرهه میخواست که حمله کنه و مکه مکرمه و کعبه را تخریب کنه، در همون سال که به نام سال فیل یاد میشد، حضرت پیغمبر در 12 ربیع الاول روز دوشنبه بود، در وقت تولد شد. اما یک تعداد علائم در وقت تولد و پیش از خود بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی مسائل مهم رخ میده که علامات برای آمدن یک نبی میباشه. او علاماتی که پیش از بعثت یا مبعوث شدن یعنی به شکل رسمی اعلان شدن که از طرف خداوند که نبی و رسول است برای یک پیغمبر که چی میشه، او به نام ارهاسات بگن، الف و ر و ه دو چشمه و الف و سات و الف و ت. از جمله ارهاساتی که در او وقت رخ داد عبارتش چی بود یا کارهای خارق العاده که قبل از بعثت پیغمبر رخ میده در زمان تولدش که رخ میده، میگن که مثلا طاق 14 طاق از ایوان کسرا سقوط کرد. کسرا امو خود پادشاه یا امپراتوری فارس بود و البته در او وقت خود انوشیروان امس 40 سال سلطنت انوشیروان بوده که ما شما در داستان ها میشنیم که به نام انوشیروان عادل یاد میشود. و دگیش خاموش شدن آتش در عبادتگاه مجوس یا در عبادتگاه زرتشتیان که یک عبادتگاه داشتن و او آتشش سالهای زیاد خاموش نشده بود، اما دفعتاً خود به خود خاموش میشه. و دیگه مثلا خشک شدن یک دریاچه ساوه و چیزهایی که در تاریخ ها نوشته میکنه. اما خود تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از نظر از این که در ماه ربیع الاول پیامبر تولد میشه، اکثری خود علمای بزرگ اسلام این یک تفاول یک فال نیک یک تعبیر نیک فالی میکنن. ما شما چند پروگرام پیشتر راجع به نیک فالی و بد فالی هم صحبت داشتیم، یعنی همیشه آدم باید نیک فالی داشته باشه. نیک فالی به این میکنن که خود کلمه ربیع به معنای بهار معنا میده. یعنی بهار چی خاصیت داره؟ زمانی که یک زمستان میآید و تمام نبات و نباتات و چیزایی که در زمین میرویه او را از بین میبره و او میمیره، بعدن بهار میآید دوباره اونا را زنده میسازه. در حقیقت میگن مثل از این بوده که در اون جامعه جاهلیتی که کاملا جاهلیت بود، به اصطلاح قتل و غارت بود، یکی اقوام به یکی به یکی دیگه تجاوز و جنگ میکردن، خونها ریخته میشد و بت‌پرستی ها و شرک و اینا به اوج خود رسیده بود و چقدر بت‌های زیاد در هر گوشه بود. و یک دفعه در حقیقت هم خود مسئله توحید مرده بود، مسئله اخلاق مرده بود، مسئله انسانیت مرده بود. بعد یک بهار می آمد که دوباره سبز می شد، یک خرمی و یک جامعه خوب و در توحید دوباره سبز می کرد. و یکی از علما به نام ابن الحاج که در کتب از جمله بزرگای اسلام است میگه که ان الله تعالی خلق الشجر فی یوم الاثنین، یعنی خداوند تعالی خود درخت را در روز دوشنبه خلق کرد. البته این ارتباط به آیه مبارکه داره که خداوند بزرگ میفرمایه که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، امیان خلق السماوات والارض یعنی خداوند خلق کرده است زمین و آسمان را در 6 روز. این حال باز بعضی مفسرین این را تفسیر کردم که در روز اول چی خلق شد، در روز دوم چی خلق شد، در روز آخر چی خلق شد.
روز دوشنبه چی بود، ورز کنیم جمعه چی بود، حتی زیادتر اقوال میگن در روز جمعه روزی بود که حضرت آدم خلق شد. خب در اینجا به همین واسط بگه در روز دوشنبه خداوند شجر یا درخت خلق کرد. و فیزالی که تنبیه عظیم، در او یک بسیار یک تنبیه آگاهی بسیار بزرگه که هو و هو ان خلق الاقوات والارزاق والفواكه تفاؤلا. و از خاطر از اینکه در خود درخت چی؟ درخت همی غذا و رزق و تمام چیزهایی که ما به شما ضرورت داریم در چی خود، یعنی خود از نباتات و از چیزهایی که از زمین میرویه از او هسته. این در حقیقت فعال بسیار نیکیست. در همین روز هم ببینیم در حال که دوشنبه است، بازم روزی است که تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میشه. این به صورت یک تعبیر فعال نیک میشمرن. و البته در پهلوی از این ما این روز کسایی که موافق با این چی هستن که یک ذره زیادتر موافق هستن که ما مولید و مثل میلاد میگیرن، بعضی دلائلی از خود دارن. اونهایی که به اصطلاح در موافق نیستن اونها هم دلائل دارن، هر کدامش دلائل داره و هر کدامش یک صحبت داره. اونهایی که موافق هستن و زیادتر سر از این چی میکنن، میگن که ما بعضی اشارات داریم در کتاب الله، اشارات داریم در خود احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم، و اشارات داریم در مسائل خود یاد آوری از روزهای بزرگ تاریخی و بزرگ فرهنگی و اسلامی خود. او را مهم بشمرن و میگوین که بعد روز روزی که ما فراموش نکنیم از نظر تاریخی و یا از نظر کتاب الله. ایام یا روزهایی که یک کار بسیار بزرگی در اون روز رخ داده، یعنی خداوند بزرگ به همون روز یک موضوع بزرگ رخ داده، چی موضوع بزرگش که به اصطلاح به فایده بشر بوده، چی موضوعی بوده که به اصطلاح شکل غضب و شید بوده، به هر صورت این روزا را به نام نظر به تعبیر بعضی مفسرین به نام ایام الله یاد میکنه. و استدلالی که میکنن بروی عزیز که در خود سوره ابراهیم این قسم آیت پنجم سوره ابراهیم در اول سوره خداوند بزرگ این قسم میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صدق الله العظیم. در اینجا ببینه میگه که ما فرستادیم موسی را به همراه آیات نشانه های رسالتش برایش گفتن که تو قوم خود را از خود ظلمات از تاریکی ها نجات بدی و به طرف نور بروشنایی ها ببر، یعنی احکام ما را برش چی کن. و عدیزو بفرمای خداوند و ذکر هم به ایام الله، اونا رو یاد آوری کن به روزهای خدا. در اینجا کلمه ایام الله را مفسرین این قسم ترجمه کردن که ای چرا خداوند گفته ایام الله، یوم الله یعنی روز خدا، یعنی رو از خاطر نسبت یوم به خدا داده شده از خاطر عظمت و کلانی یا مهم بودن همان روز. مثلا بگیم بیت الله، خداوند خو نعوذ بالله خانه نداره، لا مکان است، اما نظر به عظمت و بزرگی خود خانه کعبه بیت الله الحرام بگیم، یا حتی مساجد رو بگیم مساجد بیت الله خانه های خداست و باعث عظمت و بزرگی و مهم بودن همون مکان میگیم. در اینجا همه به ایام الله مهم بودن همون زمان است، یوم الله میگن. ایام الله روزایی که بزرگه که در نزد خداست. اون روز چی بود؟ روز عبارت از روزی بود که خود بنی اسرائیل از شر فرعون خلاص شدن و از دریای نیل گذشتن و از عذاب فرعونی خلاص شدن. او رو خداوند ایام الله میکنه. حالا ببینیم یک روزی که بشر و خود بشری که در جاهلیت غرق بود، در بت پرستی، در شرک غرق بود، در او روز کسی تولد میشه و او باعث نجات او اشخاص میشه از راه منحرف
و از راه گمراهی آیا ایر ما ایام الله گفته نمیتانین یعنی مهم نیست سر ما ایر استدلال میکنه. علاوه در آیات مراجع میکنیم در سوره مریم آیه 15 سوره مریم و آیه 33 سوره مریم. در سوره مریم در اوائل سوره مریم که کاف ها یا عنصات شروع میشه در اونجا مسئله زکریا حضرت زکریا در اونجا قصه ایشی تو بود که ای اولاد نداشت و بعد از او پیش خداوند همیشه آرزو داشت که خداوند برش اولاد بده و همین وقت بود که خداوند دعایش قبول کرد و فرشته می آید به نزد زکریا که ما برید اولاد میدین و بعدا خود زکریا یعنی با قدرت خداوند بازم چی میکنه که ببینیم یک خانمی که ما او خانم بسیار پیر و بسیار سال خورده است یعنی چه قسم اولاد چی کرده میتونه خداوند خودش میگه چیزی که حکم ما جاری شد اون میشه و بعدا خداوند برای زکریا یحیی را میده. در باره خود یحیی خود ای آیت است آیت 15 خداوند میفرماید و سلام علیه یعنی سلامتی باد بر او کی زکریا یحیی یوم ولده در روزی که او تولد شد یعنی پس معلوم میشه که روز تولد یحیی روز مهمی بوده پیش خداوند خداوند برش سلام میفرسته به روز تولدش و یوم یموته و روزی که میمرد او روز هم مهم است و یوم یبعث حیا و روزی که دوباره زنده میگردد که روز قیامت باشه یعنی خود خداوند در تولد حضرت یحیی در اینجا سلام میفرسته همچنین در خود حضرت عیسی زمانی که حضرت عیسی در گهواره بود و بعد از او از او پرسان میکنن و در گهواره صحبت میکنه که از معجزات بزرگش است در اونجا خود حضرت موسی این جملات رو میگویه البته این جملات ببینیم جزء آیتی از قرآن است آیتی از قرآن است که آیه 33 قرآن عظیم الشان و السلام علی یوم علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا یعنی سلام بر من عیسی میگه سلام بر من بر روزی که من تولد شدم بر روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده میشوند البته روزی که میمیرند اینجا منظور از مردن حضرت عیسی دوباره آمدن در خود دنیای امروزی است که باز به مرگ طبیعی فوت میشه و از دنیا میره مربوط از اوست یعنی منظور ما به این نشوه که حضرت عیسی فوت شده البته حضرت عیسی به آسمان بالا آورده شد در اونجا کلمه‌ای که ذکر شده اینی متوفی که یعنی ما وفا میکنیم آنچه که لازم باشد یعنی مزد تو را میدیم کلمه متوفا یا توفی و توفیه معنای دیگر داره در اینجا گفته نشده که کلمه موت ذکر نشده این استدلال قرآنی است که حضرت عیسی خودش بدون موت یعنی زنده به آسمان بالا شده است در اینجا باز میبینیم که در روزی که میگم من تولد شدم سلام بر من در روزی که تولد شدم یعنی اهمیت روز تولدش در اینجا ذکر میشه و یوم اموت و یوم ابعث حیا ای البته در این مسائلی بود که اوهایی که طرفدار هستن این قسم استدلال و در اشارات میکنن اشارات آیات البته از نظر فقهی یعنی خود عبارات قرآن که یک بحث علایده است در خود اصول الفقه است ما در قرآن مثلا خود آیت های قرآن چیزی که به صورت واضح یک حکمش آمده باشه او رو به نام نص میگن حتی میگن منصوص یعنی نص شده و میگن عبارت نص دارن اشارت نص دارن اقتضای نص دارن دلالت نص دارن این کلش یک بحث فقهی در اصول فقه است که البته بحث تخصصی است و منظور از این که هر کدام از کسایی که چی هستند میتونن با تعبیرهایی که تأویلی که از این آیت کنن برای خود یک استدلال یا دلیل در این مسائل اینا بیاورن همچنین
در یکی از احادیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک از خود صحابه بزرگوار از خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسان میکنه که در مسلم این حدیث روایت شده و همون طوری که میدانید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعضی وقتا روزای دوشنبه و روزای پنجشنبه روزه میگرفته. بعدا یکی از اصحاب پرسان میکنه یا رسول الله شما روزای دوشنبه روزه میگیرین؟ بعدا جوابش همیست که به صورت مطلق بله روز دوشنبه روزی تولد ما بوده. خب به هر صورت این مسائلی که باز هم حتی ما با استدلال از کسایی که بسیار سختگیر هم هستن و یکی از علمای بزرگ که همیشه نامشان شما یاد داریم و یادآوری میشه در همه جا ابن تیمیه است رحمت الله علیه در کتاب به نام اقتضاء الصراط المستقیم در صفحه 297 در این صفحه چنین نوشته میکنه و استدلال میکنه که اگر کسی میخواهد و گرفته کدام به اصطلاح به نام مولد یعنی احترام میشمره چه قسم است؟ اما از او یک سوال میشه در جوابش این قسم میگه که و اما محبت للنبی صلی الله علیه و سلم و تعظیما له خب به هر صورت صبح مقال بعد جو میگه سوال کشال است اما بعد جو میگه فتعظیم المولد یعنی تعظیم کردن یعنی مهم شمردن مولد یا میلاد و اتخاذه موسما و در صورتی که او را برگزاری یا ای که یاد آوری میکنه در موسم و در وقتش قد یفعله بعد الناس بعضی از مردم ایره ای کار کردم و یکون له فیه اجر عظیم و برای از او یک اجر بزرگ است چرا از خاطر این است که لحسن قصدهی از خاطر است که نیتش چیست نیت او شخص قصدش برای تعظیم رسول و برای محبت رسول لحسن قصدهی و تعظیمهی رسول الله صلی الله علیه و سلم در صفحه 297 اقتضاء صراط المستقیم ابن تیمیه در یکی از بزرگای اسلام که شما هم نامش حتما شنیدین به نام حافظ سیوطی علامه سیوطی که در قرن نهم زندگی میکرد و یک کتاب مشهوری در تفسیر قرآن عظیم الشان داره که به نام جلالین یاد میشه از بدن نصف جلالین نصف اخیرش سیوطی چی کرده؟ قسمت اولش یک کسی دیگه بوده به نام جلال الدین نام داشته و حتی تفسیری داره الاتقان فی علوم القرآن و در المنصور کتابای حدیثی داره و کتب زیاد تألیف کرده ای در این باره در اجو سوال شده گفته قد وقع از سوال ان عمل المولد النبوی فی شهر ربیع الاول گفته از ما سوال کردن که در عمل مولید نبوی که در ماه ربیع الاول میشه ما حکمه من حیث شرع یعنی حکم از او در حیث شریعت چی هست و هل هو محمودون آیا این کار نیکیست او مذمومون یا کار بدست و هل یصاب و فاعله آیا ثواب داده میشود کسی که همی کار بزرگ داشته میگیره میکنه اولا یا نه و جواب ایندی خود سیوطی میگه که جواب من در این بار این قسم است که ان اصل عمل المولود همون عمل مولودی که به صورت اصلی و درست و بدون مسائل غیر شرعی صورت بگیره الذی هو اجتماع الناس مردم اجتماع میکنن قرائت ما تیسر من القرآن قرآن میخوانن آنچی را که برایشان آسان است من صلوات میفرستن و روایت الاخبار روایت خبرها و سیرت میخوانن اخبار وارده فی مبدع امن النبی یعنی اخباری که وارد شده یعنی سیرت النبی منظور و ما وقع فی مولدهی آنچی را که واقع شده است در زمان چی از او من الآیات از نشانه ها گفته من البدع الحسنته از جمله بدعت های نیک است یصاب علیها صاحبا چون روی اخلاص و محبت میکنه او برشان به اصطلاح صاحبش ثواب میبره لما فیهی از خاطر که
من تعظیم قدر نبی صلی الله علیه و سلم، چرا که تعظیم خود مقام نبی را میکنه و اظهار الفرح و اظهار خوشی میکنه و استبشار به مولد شریف، یعنی بشارتی که به تولد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. و البته اولین دفعه که واقع شده البته در قرن سوم هجری بوده و در اینجا بازم کلمه آمد که بدعال حسنه، از جمله بازم سر مسئله بدعت اینجا اختلافات بسیار زیاد است. بدعت همه چیز درست است، بدعت یعنی چیز نو آوری، یعنی چیزی که نبوده و نو پیدا به او چی میکنین، اما بدعت حسنه هم داریم، بدعت مذمومه یا سیئه هم داریم. او بدعتی که در اصل چیزی شما زیاد میسازیم در مسائل افعالی که یا در مسائل خود عبادات خود زیاد میسازیم چیزی را که پیغمبر نگفته، او بدعت مذمومه است. ما نمیتونیم چیزی را که پیغمبر خودش گفته رقم از او باید انجام بدیم و اتباع یا یک پیروی از پیغمبر، همون قسمی که خداوند بزرگ میگویند که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی شما اگر شما خدا را دوست داریم شما مرا متابعت کنیم و تا یک خدا شما را دوست داشته باشد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هم واسطه است که باید ما افعالش همون قسم تعقیب کنیم در مسائل عبادات، چیزی واضح است. اما در بعضی مسائل میشه که بدعت یعنی چیزایی بوده که در وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نبود، اما پسانتر بعد از او پیدا شد و اما تصادم با خود مسائل شریعت نداشت، او را حسنه میگن. یکی از این جمله به طور مثال همین کلمه بدعت نیکر از زبان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شنیده شد که زمانی که مردم را جمع کردن برای ادای نماز تراویح و تحت امامت واحد حضرت ابی بن کعب و که او گفتن همه یک جا اینجا جماعت کنیم بخوانیم، در حالی که جماعت در وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشد تراویح و به اصطلاح دوامش نشد و پیغمبر نخوند، دو سه شب زیاد نخوندن و در زمان حضرت ابوبکر صدیق هم جماعت جمعی نخوندن تراویح را، به صورت انفرادی میخوندن. اما زمانی که پیغمبر خود حضرت خلیفه دوم این کار کرد، بعد از او خودش دید که یا کار بسیار زیبایی و اصحابی هم که به اطرافش بودن رد نکردن، در حقیقت یک اجماع صحابه شد که اجماع صحابه یکی از دلیل سوم به اصطلاح شریعت است، کتاب الله، سنت رسول، اجماع صحابه سوم و چهارمش هم قیاس، که البته فرق میکنه نسبت به بعضی مذاهب اینا که بعضی غیر از قیاس عقل را هم میگن. خب برصورت اما در اونجی خود حضرت عمر رضی الله عنه دید که یک کار نیکی شده، کلش پشت اکثر امام استاد هستن و نماز میخوانن، باز گفت نعمت البدعه، گفت بدعت نیکی شده کار، یعنی بدعت نمیتونن تمام بدعت ها رو ما بد بکنن، بدعت نیک هم داریم و بدعت سیئه هم داریم. به هر صورت خب در این واره شاید نامه و کتاب ها و مقاله ها و دیگه نوشته شده، هر کس بازم با احترام به تمام کسایی که مخالف هم هستن، هر کس از خود موافقت داره و هر کس مخالفت داره، روی دلایل مختلفه، روی استدلال مختلفه، روی تأویلات مختلفه از روی کتاب و سنت و روایات و غیره و غیره. حالا میپردازیم به باز هم به سر مسئله مقام پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فقط اول به صورت عمومی به این آیت مراجعه کنین که مقام پیغمبر و امتش در نزد خداوند چه قسم است. خداوند بزرگ می فرماید در سوره آل عمران در آیه 110، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی شما بهترین امتی است که در روی زمین خداوند شما را بیرون کرده شده، یعنی خلق شده، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما
امر میکنید مردم را به کارهای معروف چیزی که شر به او جواز داده و نهی میکنیم از منکرات چیزی که شر جواز نداده، یعنی چیزایی که غیر اخلاقی و چیزایی که به ضرر شماست از نظر اخلاقی و اجتماعی، همه چیز که او همگی برای شما راهنمایی شده و تؤمنون بالله و ایمان میآورید به خداوند، یعنی مسئله توحید است، وحدانیت است، خداوند واحد است و غیر از خداوند ایاک نعبد و ایاک نستعین به او را قبول دارد. و این بزرگترین افتخار است برای امت محمد صلی الله علیه وسلم که خیر امت اخرجت للناس، یعنی امتهای ما قبل زیادی هم بود که قبل از اسلام از زمانی که خداوند آدم را خلق میکنه امتهای زیادی را خلق کرد، انبیای زیادی را فرستاد، اونا هر یکی مقام داشتن و هر یکی یک شریعت داشتن و در همو وقت خود هر کس که پورت پیرو شریعت امو نبی خود بود و به او گوش کرد مسلمان همون وقت گفته میشد، مؤمن همان وقت. و تا این وقتی که در اینجا میفرماید که شما بهترین از همه بهتر هستین، از کلمه خیر یعنی بهتر، کلمه افضلیت است، این پس دام صیغه تفصیل است که اصلا خیرون که باز مشتق شده بگه از کلمه خیر باز خیر و اخیرو اینا خوب برشورد، منظور از این که یعنی کلمه تفضیلی است، تفضیلیت و فضیلت این امت نسبت به چیه است. اما بعضی چیزهای دیگه هم هست که اگر ما سر و بحث کنیم و کتاب ها هم نوشته شده که خود مقام پیغمبر و چیزهایی که خداوند به او لطف کرد و مقامش بالا برده نسبت به دیگران چقدر زیاد است، با همین کلمه که تنها ما اتفاق کنیم یک عالم درون هفته است که خداوند بزرگ می فرمایه که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ما تو را رحمتا للعالمین فرستادیم. اما بسیاری بزرگا و دوستا پرسان میکنن که ما در بعض جا می خوانیم که رحمتا للعالمین، در بعض جا می گیم رحمتا للعالمین، چرا اینجی به پیش خوانده میشه، چرا اینجی به نصب یا به بزر خوانده میشه؟ یک مسئله نحویسته که او جمله را که ما و شما داریم چه قسم در چه قسم استفاده شده. اگر فرض میگم که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به این جمله میگم که محمد رحمتون للعالمین است، رحمتون للعالمین میگن، اما زمانی که او جی که آمده رحمتن آمده از خاطر کلمه الاست، الا حرف استثناست از نظر خود نحوی و حرف استثناء داخل شد و از رحمتن للعالمین اینجا موضوع خود استثناء در ذات خود منصوب است، یعنی به ذر خوانده میشه. مثل از این که میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یا این که وقتی که به صورت عادی میگم لا اله الا الله و محمد رسول الله، در اینجا میگم محمد رسول الله، در اینجا میگم ان محمد رسول الله، از که باسته کلمه انه که ذکر شده که البته موضوعی صرف و نحو است که یک بحث بسیار طولانی است که در زبان عربی هر چیزی و هر فعلی که به یک جای ذکر می شود یا اسمی که ذکر می شود اگر ما قبل از او یک عامل باشد، یک حروف حرف باشد که آخرش که تغییر بده مربوط به او می باشد. همون واسه است که در عربی یک خاصیت مخصوص دارن، حرکات آخر کلمه را به نام اعراب میگن. اعراب چیه؟ زر خواندن، زر خواندن، پیش خواندن، یا دو زر، دو زر، دو پیش، این رو به نام اعراب میگن. البته مخصوص به زبان عربیش که در زبانهای دیگه نیست و همین اعراب معنای کلمات رو تغییر میده. به طور مثال شما بسیار ساده وقتی که شما میگین که در خصوص الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اینجا میخوانیم انعمت میخوانیم، همین اعراب که میگیم انعمت به زر میخوانیم معنایش معنای عزیز که آن چی را که خداوند تو به ما نعمت دادی برای من. ببینیم اگر یک ذره چی شوه بستمو آخر کلمه حرکتش فرق کنه معنایش هم فرق میکنه. اگه همی انعمتر شما انعمتو بخوانیم به این سه معنایش این است که ما نعمت دادیم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یعنی خود در مقام
خدایی قرار میدیم. ببینیم به یک انعمته و انعمتو به موسته است که مسئله اعراب، مسئله خواندن سی قرآن بسیار مهم است. البته کسایی که به پیش خود نماز میخوانن کوشش خود میکنن که سی بخوانم، اگر یکان وقت از پیشان اشتباه میشه، چون مسئله خطا و نسیان اینا از امت عفو است، نماز خودشان صحیح است. اما شما زمانی که امامت یک نفر میدین و یایی که پیش نماز میشین و چند نفر پشت سرتان نماز میخوانه، باید به این مسائل وارد باشیم که خدای نخواسته اگر این کلمات به هم اعرابشان تغییر کنه و تغییر معنا بیایه، نماز فاسد میشه و گناه همه گفته مردم چی میشه. به اون واسه است که در مسائل امامت گفتن کسی که اعلم باشه، عالم تر باشه در خود علوم شرعی و در منظور از علوم اعلم این است که در علم قرائت، در علم فقه و تفسیر و در مسائل خواندن و قرآن اینا عالم تر باشه، او باید پیش شود. خب این موضوع فقر یک شو بگذاریم، میایم سر اصل مطلب. خود در یکی از خود راجع به مقام و شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود. البته بازم خدمت شما به عرض می‌رسانیم که این ماه را به مناسبت ماه مبارک ربیع الاول، این هفته های بعدی هم ما بحث ما سر مسائل خود مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. موضوعات مختلف خدمت شما به عرض می‌رسانیم در آینده انشاءالله تعالی. و در یک حدیثی که حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه که یکی از صحابی جلیل القدر است، صحابی بسیار بزرگ، و زمانی که صحابی جلیل القدر میگیم کل صحابه البته بزرگ هستن، برایشان رضی الله تعالی عنه میگیم، برای از اینکه طوری که در قرآن آمده و نار تایید شده. اما بعضی صحابه از نظر مقام بسیار مقام بسیار بزرگتر دارن. یک تعداد اصحاب است که اونا در فقه و در خود دانش و علم و اینا بسیار بالا بودن و اونا را زیادتر قدرشان زیادتر است. حضرت جابر بن عبدالله یک از این جمله صحابی است که احادیث زیاد روایت کرده، مقام بسیار بزرگی داره. در خود بخاری و مسلم در اینجی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر همو امتیاز یا امتیازات خود نسبت به امتهای قبلی بیان میکنه، میگه که اوتی تو خمسن، برای من پنج چیز داده شده، خداوند بزرگ برای من پنج چیز داده، لم یعطهن احد من الانبیاء، که این چیزها به انبیاء من قبلی و به این پنج چیز چیزهایی است که به انبیاء قبلی داده نشده به امتهای قبلی. خب اما نصرت بر رعب مسیرت و شهر، یعنی ما نصرت داده شدم، مرا یاری داده شده، اگر یک ماه هم دور از دشمن باشم، یعنی خداوند در قلب دشمن این قسم یک رعب و وحشت خلق میکنه که ما با او غالب میشم. ببینیم که در اکثری مواجهاتی که در خود غزوات نبی صلی الله علیه و سلم رخ میده، تعداد خود مسلمان ها، تعداد اصحاب را به مقایسه با طرف مقابل اگه میکنین بسیار، حتی یک بر سوم، یک بر دهم هم نمیباشه. اگر جای اینا 10,000 بودن، اونجا 100,000 بودن. اگر در جای اینجا به اصطلاح ببینیم 313 نفر به یک روایتی که در بدر بودن در مقابل 1,000 نفر یا زیادتر از 1,000 نفر قریش، اونا پیروز میشن در اکثری وقتا. و جعلت لی الارض و مسجد، و برای من یکی از جمله چیزهایی که خداوند به ما لطف کرده که زمین را برای من خداوند مسجد ساخته. باعث است که در امتهای قبل هر کس که نماز میخواند باید جای مخصوص میرفت، در اون مسجد یا کنیسا یا به اونجا نماز خود میخواند. اما برای امت پیامبر در هر نقطه از زمین که پاک باشه میتونیم شما نماز خود بخوانیم. مثل از اینکه نوال شما در یک سفر میرین در یک جای، وقت نماز میشه موتر خود استاد میکنیم سر زمین استاد میشه نماز میخونیم. لازم نیست که حتما شما مسجد پیدا کنیم. البته مسئله مسجد و جماعت درست است، فضیلتش خب بسیار زیاد است، اما در صورتی که میسر نمیشه میتونیم در هر نقطه از زمین که پاک باشه نماز بخونیم. اما مسجدن و طهورن، یعنی زمین برای ما پاسخ. و دیگهش میگه که
ما خودم به تمام کافه برای ناس، یعنی به صورت به تمام جنس آدم به صورت پیغمبر فرستاده شدم. دیگه متای قبلی که بود هر کدامش برای قومش یک نبی بودن یا رسولی بودن، در این زمان واحد چندین منطقه و چندین منطقه بود، چندین رسول بود، چندین نبی بود، هر کدامش در قوم خودش چی میکرد. مثلا در این زمانی که حضرت موسی و اینا ببینین، در زمان حضرت موسی ببینیم، حضرت شعیب هم در منطقه مدائن، مدین و مدائن، مدین در اونجا به اصطلاح نبی و رسول بود. حضرت موسی به بنی اسرائیل بود. مثلا در زمان حضرت مثلا حضرت لوط فکر کنیم، حضرت لوط، حضرت ابراهیم در هر وقت. اما زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میباشه، برای کافه ناس، برای تمام مردم، برای تا روز قیامت، همو واسه است که به نام خاتم النبیین میگن و پیغمبر آخر زمان، اول تا آخر زمان این پیغمبر حکمش به اصطلاح جاری است و هم مردم و همه ناس، کلمه ناس آمده، ناس یعنی مردم، تمام جنس بشر و حتی جن باید ایمان به پیغمبر اینا داشته باشه. و این چیزایی است که در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم براش برای پیغمبر اسلام تنها داده شده. و دیگهش میگه اوتی تو از شفاعت و داده شدم برای من، اوتی تو داده شده برای من شفاعت، من شفاعت تامه دارم، یعنی شفاعت کبرا که میگن. همه مسائل شفاعت رو شما همه شما میدانین که در روز قیامت در پیش خداوند بزرگ برای امت خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه. و حتی آیتی که در قرآن عظیم الشان آمده که در سوره اسراء که خداوند میفرمایه مسئله مقام محمود برای تادم، مقام محمودا، و من الليل فتهجد به نافل لك عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا. در اونجا میبینیم که مقام محمود یعنی مقام پسندیده شده، مقامی که پسندیده و خوب در نزد خداوند است. اصحاب پرسان میکنن از خود پیامبر که یا رسول الله این مقام محمود چی است که خداوند برتان داده؟ پیغمبر خدا میگه مقام محمود شفاعت است. وی از جمله ویژگی ها یا خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میباشه. البته موضوعات بسیار زیاد و مختلف هست اینجا که باز هم میتونیم با شما بازگو کنیم، اما در خود قرآن عظیم الشان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام خورشید درخشان خطاب شده. اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراجا منیرا یعنی آفتاب پرنور و درخشان. جا یاد دارد که در آخرین دقایق پروگرام خود از خود سخنان شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری که در تفسیر کشف الاسرار بسیار یک نثر زیبایی دارد، نوشته که حق سبحانه و تعالی خب پیغمبر را سراج گفت، اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا من نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا گفت. میگه که آن چراغ آسمان است، این خورشیدی که ما میبینیم، و این چراغ زمین، و آن چراغ دنیاست، و این چراغ دین، پیامبر میگه، و آن چراغ منازل فلک است، و این چراغ محافل ملک، و آن چراغ آب و گل است، و آن چراغ آب و گل است. آفتاب که میتابه میبینیم که همه چیز سبز میشه و انرژی میگیرن این حرفا، و این چراغ جان و دل، به ظهور آن چراغ از خواب بیدار شوند. صبح که
ظهور میکنه، از خواب بیدار میشه. و به ظهور این چراغ که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه، از خواب عدم برخواسته به عرصه‌گاه وجود آید. بعدا میگه ز اقلیم عدم می آمدی و پیش رو آدم چراغی بود بر دستش هم از نوری نخستینت. ز اقلیم عدم می آمدی و پیش رو آدم چراغی بود بر دستش هم از نوری نخستینت. این بود برنامه امروز ما. و بازم از خود امید جان ارشاد تشکر میکنن که برنامه را در اتاق فرمان پخش میکنن. و تا هفته آینده خداوند حافظ و ناصر شما باشه. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.